سلام علیکم، چطورین؟ خوش اومدین به یه ویدیوی خوشمزه دیگه با من. موضوع ویدیو امروزمون خیلی جالب و هیجان انگیزه. خوراکیای ایرانی رو گرفتم که از یه محصول خارجی کپی برداری کردن و کپی برداری در حد لالیگا، یعنی نه فقط خود اون محصول بسته بندیش و حتی اسمش کپی اون محصول خارجی. بذارین چند تاشو بهتون نشون بدم. مثلا این بیسکویت رو نگاه کنین، یعنی با بیسکویت لوتوس خارجی مو نمیزنه، بسته بندی دقیقا خودشه، که حتی اولش من فکر کردم اصلا همون خارجی است. بعد که یکم کنکاش کردم دیدم که یکم فارسی نوشته. بله، من میگم اسمم کپی کردن، اسمش هم گذاشته لوتوس و ایش هم دقیقا جوری نوشته که تو فکر کنی اوه و این لوتوسه. بریم که با هم تستشون کنیم ببینیم آیا کپی برداری فقط در حد پکیجینگ و اسم یا نه تو طعمش هم تأثیری گذاشته و چقدر تونسته شبیه به نمونه اصلیش باشه. قبل اینکه شروع کنیم یادتون نره که حتما چنل رو سابسکرایب کنین، لایک فراموش نشه، چون تعداد لایک ها به نسبت ویو افتضاح، یعنی 90% ویدیو رو لایک نمی کنین و این باعث میشه که چنلم خوب دیده نشه. هر چقدر چنل بزرگتر بشه من میتونم بیشتر و بیشتر تولید محتوا کنم و ویدیو بگیرم، چون خودم در جریان دیگه، ویدیوهای من اصولا ویدیوهای پرخرجیه، برای همه ویدیوها باید هزینه کنم و اگر کانال خوب پیشرفت کنه میتونم حتی هر روز ویدیو بذارم. دوستانم از همین ویفر فندقیه شروع کنم، چون من فوق‌العاده طعم اون اصلیشو دوست دارم و اگر واقعا بتونه طعمش مثل اون باشه خیلی خوشحال میشم که با قیمت 12000 تومان بتونم مشابه ایرانیشو بگیرم. برندش اسمشو گذاشته وینکرز. بعد ببین جالبش چیه، اینا که کپی میکنن از خارجیا هرچی پشتش هم نگاه میکنی انگلیسی نوشتن. خب این تولید و اینا معلومه دیگه که مال ایران خارجی که قیمت نداره، ولی این زیر میان تازه مثلا محتویات و ایناشو مینویسن به فارسی، یعنی تو لحظه اول میخوان کاملا گولت بزنن. ویفرهای اون خارجی هم دقیقا همجوری کوچولو کوچولوه و اون خیلی مزه فندق داره. ببینیم اینم هم همون جوریه یا نه. خوشمزه است، از انتظارم بهتره واقعا. بچه واقعا خوب بود و فراتر از انتظار من بود. طعمش واقعا شبیه شال، نمیتونم بگم 100%، ولی شاید 70% طعمش شبیه همون ویفره و خب با قیمت 12000 تومان فکر کنم اون دو سه برابر حداقل از این باشه قیمتش. خیلی ارزش خرید داشت به نظرم. هر جا دیدین امتحان کنید، مخصوصا اگر شما اون ویفر خارجیشو دوست دارین این قشنگ میتونه تداعیگرش باشه، چون توی نمونه خارجیش همون کرم وسطش حالت نرم داره، اینم دقیقاً همون جوریه. طعم فندقم داشت، من فکر کردم خیلی شکلاتی باشه ولی قشنگ حس میشد فندقیه. من نمره 10 رو بهش میدم تو کپی برداری، به خاطر اینکه اصلا کاری به کپیشم ندارم، یه ویفر خوشمزه با قیمت مناسبه به نظرم. واقعا دوست دارم این دو تا سارو امتحان کنم، خیلی کنجکاوم کرده با این شدت از کپی برداری. همین سادهشو اول تست میکنم. این بیسکویت تو سراسر جهان خیلی خیلی طرفدار داره و من خودم عاشق کره بیسکویت لوتوسمون دارم همیشه. ببینیم آیا واقعا هم مزه رو میده، که من خورد شدم، یعنی ویژگی ظاهری بیسکویتش هم کپیه. خدایا نمیدونم واقعا این حجم از کپی برداری خوبه یا بده. میدونی از نظر قیمتی خوبه، ولی خب طعمی 90% نمیتونن مثل اون در بیارن. نمیدونم، به نظرم اگه یه محصول جدید خودشون تولید کنن و خوشمزه باشه سنگین ترن، نظر منه. میبینین کپی بیسکویت لوتوسه، کپی. من دوستش ندارم به خاطر اینکه خیلی شیرینه و اصلا دونای شکرش میاد زیر دندون کاملا. یکم مزه بیسکویت سوخته میده، میدونین چی میگم؟ زیاد جالب نیست. قیمتش اصلا چند بود؟ یادم خیلی ارزون نبود، 40000 تومان. 40000 تومان برای بیسکویت انقدی زیادم هست دیگه، یعنی به نظرم قیمتش هم جوری گذاشته که حتی تو فکر کنی خارجی هست. اون 40 تومان به نظرم زیاده برای یه بسته انقدی، بزرگش هم فکر کنم 80 بود و رنگ و همه چی شبیه بیسکویت اصلیه ولی طعمش نیست. و اصلا کاری به کپی برداریش نداریم، من اینو به عنوان یه بیسکویت دیگه نمیخرم، چون اصلا به نظرم بیسکویت خوشمزه‌ای نبود و فقط باید با چای تلخ تلخ بخوری. انقدر که این بیسکویت شیرینه به نظر خوب کپی نکرده و میتونه امتیاز 5 رو نهایتا بگیره یا حتی 4. آره
میتونه امتیاز 4 رو بگیره، فقط اون 4 هم به خاطر پکیجینگش و خود بیسکویتاش که شبیهشه. بذار این مدل استیکیش هم تست کنیم، یه شانس دوباره بهش بدیم. این دیگه واقعا باید مزه کره بیسکویت رو بده، چون مال خود لوتوس هم اینجوریه دیگه، یه بیسکویت مثلا ساده است که خورده توی کره بیسکویتش، که کره بیسکویتش هم خیلی خوشمزه است، فرش اند تیستی. همه جاش هم انگلیسی میبینین. قیمت این یکی هم 50,000 تومنه. این باز به نظرم به خاطر بسته بندیش و اینا قیمتش معقول تر از اون بیسکویت است. بیسکویت الکی گرون بود، چون برند خاصی هم ننوشته. این کپی ها اصولا اینجوری هم. اون سری هم یه برندی بود، چی بود؟ هم میندلا، کسی معلوم نیست چه برندیه، فقط اومده که کپی کنه. اینم بسته بندیش تک تکه و ببینیم که تمش چجوریه. با اینکه این مدل بسته بندی پلاستیک زیادی مصرف میکنه و خب از این لحاظ خوب نیست، ولی از نظر اینکه ترد میمونه خوبه دیگه، چون آدم این همه رو که نمیخوره توی یه دفعه، میتونی مثلا بذاری رو میز گهگداری تیستش کنی. جاش که بیسکویتیه، بقیهش هم که باید کره بیسکویت باشه. یعنی چی؟ اصلا هیچ ربطی نداره به چیزی که باید باشه. مزه شکلات سفید میده که یکم اینقدر مثلا اسانس بیسکویت توش زده باشن، هیچ ربطی به طعم کره بیسکویت لوتوس نداره و به نظرم طبیعی هم هست یه برند اینجوری که تو کل دنیا اینقدر محبوبه 100% فرمولش اینقدر ساده نیست و شما فقط میتونی پکیجینگ رو کپی برداری کنی. به این یکی که اصلا از نظر کپی برداری 3 میدم، فقط پکیجینگاش خوب بود. فقط آیتم بعدی که گفتم از میلکا کپی شده که عکسشو براتون میذارم، اسمش هم سعی کرده که یکم همگام کنه برای برند دورنا و دورینا. تجربه نشون داده تو ویدیوهای قبل برندای معروفی که میان کپی میزنن باز بهتر میزنن. این باز از دورنا و شکلاتش هم دقیقا همون شکل میلکا هست دیگه، دورش باید شکلات باشه و حالت ویفری داشته باشه، قیافش هم که گرده. ببینیم چقدر تونسته تا اینجای کار که موفقیت آمیز بوده و خیلی صاف و صوف و خوب در برده. ببینیم طعمش چجوریه. میلکا میدونین دیگه خیلی شکلات ها شیریه، آیا اینم همون جوریه؟ قیمتش 15,000 تومنه که به نظر من کاملا میارزه و دورنا هم موفق بوده توی کپی برداریش. خیلی آیتماش شبیشه. اولین گزینه شکلاتشه که شکلات شیریه و میتونه شبیه میلکا باشه، فقط این که خب میلکا درصد کره کاکاوش بیشتره و خب خوشمزه ترش میکنه دیگه و نرمتره دیگه، چون شکلاتیه که کره کاکاو بیشتری داره. این سفت و سوفتره، کلن داخلش هم سفتره. مال میلکا کلن اینجاش نرمه، این میبینین چقدر سفت و کرانچیه، ولی خوشمزه است. اصلا خارج از مقایسه کردن خوشمزه است، ارزش خرید داره و دمش گرم که سعیش هم کرده که از نظر طعمی هم شبیهش باشه. اینم باز به نظرم 60-70% رو تونسته رعایت کنه، پکیجینگش که خیلی و ظاهر محصول طعمش هم خوب بود، چیز خوشمزه بود. امتیاز 8 رو میگیره. آیتم بعدی از کیک اولالا و یعنی از کیک اولالا کپی شده، اسمش بومبا موتلو براونیه و قیمتش 10,000 تومنه که قیمت مناسبیه. برندش هم بنیسه. من تا حالا از این برند چیز امتحان نکردم، ولی قیافش از این کیک‌های هیجان انگیزه که حالت کیک خیس داره و داخلش مغز داره. نمی‌دونم روکش شکلات نداره، حالت اینجوری تزئینشو داره. آره دیگه، آره زیرش ولی شکلاته، روش هم اینجوری ریختن. داخلش هم مغز شکلات داره ولی خیلی نه. اصلا به جذابیه عکس روی جلدش نبود به نظرم. یه دونه توی این سبک دورنا داره، اون خیلی خوشمزه است. خیلی معمولی بود، از نظر کپی برداری هم اصلا شباهتی نداشت. اینم همون امتیاز 4 رو میگیره. و آیا به عنوان یک کیک من دوباره میگیرم؟ نه. شیرینیش زیاد بود، کیک شکلاتیش اصلا براونی نبود، کیک بود، یک کیک شکلاتی خیلی معمولی بود، خیلی اون مزه خوشمزه شکلات ازش نمیگرفتی، بیشتر طعم شیرینی داشت، غالب بود،
چه شکلاتش، چه اون کرمی که داخلش هم بود، مثلا یه شکلاتی مثل شکلات صبحانه و اینا نبود، یه چیز کاراملی و قاطی داشت، میدونی شکلات نبود. من خوشم نیومد. چقدر همش چیزای شیرین، قلبم گرفت، اینا پشت سر هم خوردم، رفتم بودو دو لیوان آب خوردم که بتونم ادامه بدم. از برند نظریه، من پکیجینگش رو دوست دارم، خوشگل و هیجان انگیزه. خب اینم یکیش خورد شده، اینم سالم نیست و این طعمش شیریه، بگم وانیلیه ولی شیریه، کاش پنیری بود، خیلی باحال شد. همه بیسکویت تکیش که خوبه کم شیرینه و این باعث میشه که کرم داره تو ذوق نزنه. میدونستین من اصلا بیسکویت کرم دار دوست ندارم و مثلا اوریو هم اون کرم وسطشو میکنم میندازم دور. میدونم خیلی ها فقط اصلا به عشق این کرمه میخورن ولی من اصلا کرم دوست ندارم. خیلی بیسکویت توردی داره و اصلا بافت بیسکویتش هم شبیه این بیسکویت توردا هست و پوکه پوکه. اگر بیسکویت کرم دار دوست داشته باشین به نظرم خیلی خوبه، چون واقعا بیسکویت تورد داره و حجم کرمش هم زیاده. میبینیم بیسکویت خالیش بود بیشتر میپسندیدم، موفقم بوده به نظرم تو کپی برداریش. میبینین اینایی که برندهای معروفین بیشتر واقعا سعی تلاش میکنن که طعم خوبی هم داشته باشه، چون واقعا به خاطر طعم مشتری برمیگرده دیگه. اوکی شاید من یه بار گول بخورم اینو بخرم به جای لوتوس یا بگم خب خوبه ارزون تر بزن اینو بگیرم، ولی دفعه دوم که دیگه نمیگیرم وقتی طعمش شبیش نیست. ولی اینم باز همون 60-70% موفق بوده و امتیاز 8 رو میگیره، به نظرم جزء خوراکیای با کیفیت نظریه و مخصوصا نسبت به قیمتش میارزه. خب بریم برای آیتم بعدی که فکر میکنم از کارام تقلید کرده. اینم باز برای نظریه، قیمتش هم همون 10,000 تومنه که مناسبه. خود کارام یه ویفر شکلات تلخه که خیلی شکلاتیه و خوشمزه هست واقعا. من فکر کردم اینجوری از وسط نصف میشه چون عکس دوتا ویفر اینجا نه، از این ویفر کوچولو کوچولو هست. ولی نظری خدایش خیلی تنوع محصول داره، همیشه تو تست خوراکیامون هست، حتی من یه ویدیو کاملم درست کردم برای کیک های نظری، اگر ندیدین ببینین، اونم جالب بود. محصولاش یا خیلی خوشمزه بود یا خیلی معمولی. نه مزه کارام نمیده. به نظرم اگر اینو با شکلات تلخ درست میکرد 10 برابر این خوشمزه میشد. ببین ویفریه که دور شکلات، خود لایه های ویفری شکلات، کرمه وسطش هم شکلاته و خب شیرینه، واقعا برای من این شیرینه. اگر یکم تلختر و طعم شکلاتی بیشتری داشت من بیشتر دوستش داشتم. الان به نظرم این یکی ویفره خوشمزه تر از این، با اینکه من خب عاشق شکلاتم و این یه عالمه شکلات داره تو همه جاش، ولی اینو بیشتر دوست داشتم چون این دیگه خیلی زیادیه. میدونی طعم کارام هم که اصلا نمیداد، یعنی هیچ ربطی بهش نداره توی کپی برداری که میشه گفت همون 40% بیشتر پکیجینگ و قیافش و اینا که همه چیز شکلاتیه، توی طعمش هیچ ربطی نداشت و من امتیاز 6 میدم به این محصول. چیزی نیست که دوباره بخوام بخرم. آخری هم باز از این برند لتوسه که این بیسکویت کرم دارشه و با کریمی بیسکویتش هم هست، یعنی با همون کره بیسکویت هم هست این کرم داخلش، مثلا وانیل و شکلات هم داره خود لتوس. این دیگه اصلا زده تو خال، با محبوب ترینش هم کپی کرده و هنوز اینو میبینم باورم نمیشه لتوس نیست. بعد از همه هم گرونتر بود بیسکویت های این، 56,000 تومن. فقط برای گول زدن خوبه اینو بچینی رو میزه تنه فکر کنن لوتوسه. حتی این بافت لوتوس هم همینجوری ها، اینجوری پودریه بافتش هم مثلشه، ولی طعمش رو دوست ندارم. خب اول کرمش رو خالی امتحان کنم ببینم اینم باز مزه شکلات سفید میده یا واقعا کره بیسکویت. این چی هستم؟ یه کرم بیسکویت معمولیه وانیلیه که برداشتم بهش مثلا دارچین و این چیزا زدن، هیچ ربطی به اونی که باید باشه نداره. هم دیگه خیلی شیرین میشم باز، ولی نسبتاً کرمدارش بهتر، با اینکه من کرم دوست ندارم ولی کرمدارش بهتر از اون عادی است. اون خیلی خشک و شیرین بود، این باز یه کوچولو طعمش به لوتوس نزدیک تره یه کوچولو.
اون بیسکویت اولیش رو امتحان نکنین. اگر خواستین امتحان کنین اینش باز بهتره، فقط بعد از خوراکی شیرین خوشتون بیاد دیگه. ولی در کل من اگر بخوام بخرم ترجیح میدم پول بیشتری بذارم و اصلیشو بخرم، خیلی طعم جذابتری داره و دلنشین تر از اینه. این برند کلن زب تو ذوقم و احساس میکنم که 150 تومن مثلا این ستا نمیارزید. حالا شما هم نظرتون رو برام بنویسید. اگر محصول دیگه ای هم هستش که دیدین که کپی برداری و تا حالا ویدیوشو نگرفتم، حتما برام بنویسین که اونم بگیرم تو پارتای بعدی. مرسی که با این ویدیو هم همراه بودین. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. یادتون نره که سابسکرایب کنین. تو کامنت ها منتظرتون هستم و تا ویدیوی خوشمزه بعدی خدافظ.